وحدت بین شیعه و سنی یعنی خفقون گرفتن شیعه، یعنی حرف نزدن، یعنی حقایق شیعه رو برای شیعه نگفتن، که چهار تا معلم برن سر کلاسه به بچه‌ها و جوانای ما بگن عمر خادم بوده، ایرانی‌ها رو عمر مسلمون کرده، ما حق نداریم به عمر توهین کنیم. یعنی امام بزرگوار ما بر روی وحدت مسلمین این همه تأکید می‌کرد به خاطر این بود که این خطر را می‌دید، این خطر را می‌شناخت. و هر جا آدم می‌زنه میگن خلاف وحدت صحبت نکنیم. این دیگه چکا بره به وحدت؟ ای وحدت وحدت می‌کنیم. شما به وحدت رو تو سر من نمیخواد بزنی، من تو بهتر میفهمم وحدت یعنی. عزیزان انشاءالله دیگه همه منا هستن، انما المجالس بالامانه هست. اینا رو ما معمولا جز جلسات خصوصی نقل نمی کنیم، ولی دیگه انشاءالله چون همه اهل علمند و بزرگوارند و این قضایا خیلی زیاد بیرون منتشر نشد، چون به صلاح ما نیست. به آخوند شیعه روزخون سید و شهده توهین میکنی برای سنی؟ پس یه سری به مادرت بزن، یه سری به بابات بزن، سری به کسا کارات بزن، ببین جای اشکالی چیزی نباشه. اینطوری عمر لعنت الله علیه دید ابوبکر لعنت الله علیه. نه من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هرچی سنی حرومزاده هم، چون اینا نماز طواف نسا رو نمیخونن، اینا زناشون حرومه بشون طبق فقه شیعه، فقه اسلام، فقه نبوی. به آخوند شیعه آدم توهین بکنه به خاطر این که سنی بعدش میاد بعد پدر و مادر هرچی سنی لعنه. در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی آیا مسئولین محترم رهبر معظم انقلاب از این جریان خبر داره؟ واقعا سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی دیگه چه معنایی داره؟